درود به همه دوستان، مخلص همه گرزام و اینجا ایران اسپورت. و در قسمت جدید یک کشتی بسیار تکنیکی و تماشایی رو خواهیم دید از دو قول وزن 74 کیلوگرم، یه طرف صادق گودرزی از ایران و در طرف دیگه انور گدیف از روسیه. این دو کشتیگیر در سال 2010 و در چارچوب مسابقات جام جهانی به مصاف هم دیگه رفتن. طبق معمول جام‌های جهانی ایران و روسیه دوباره رسیدن فینال و یه جدال تیمی فوق‌العاده جذاب و تماشایی شکل گرفت. در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی موفق شد چراغ اول برای ما روشن کنه و نریمان اسرافیلوف رو شکست بده. کلن حسن رحیمی نعمتی بود در مسابقات تیمی، چون وزن 55 کیلو مسابقه اول از نظر روانی خیلی تأثیر مهمی در کل نتیجه تیمی داره و حسن رحیمی همیشه می برد. یعنی تو مسابقات تیمی جدا حسن رحیمی نعمتی بود، همیشه می برد. ولی بعد از حسن رحیمی بچه ها خیلی موفق نبودن. 60 کیلو سعید احمدی حریف بسی کودوخوف نشد و 66 کیلو هم جایی نگید. مهدی تقوی قهرمان جهان بود در اون سال، ولی متاسفانه روبروی آدم باتروف ضربه فنی شد و به جرئت میتونم بگم که اون مبارزه بدترین کشتی عمر مهدی تقوی بوده. رسیدیم به وزن 74 کیلو، کشتی که امشب میخوایم با هم ببینیم. حساسیت در بالاترین حد ممکن قرار داشت در این مبارزه، چون ایران اگر که میباخت دیگه خیلی کار براش مشکل میشد، 3-1 عقب میافتاد و سه وزن باقی رو هر ستا رو باید میبرد. ولی اگر میبرد کار 2-2 برابر میشد و خب عملا به مسابقه بر میگشتیم ما. به همین خاطر هم برای ایران و هم برای روسیه در بالاترین سطح حساسیت قرار داشت این مبارزه. بریم سراغ گزارش کشتی. سری انور گدیف کشتیگیر قفقازی تیم ملی روسیه رو با دوبنده قرمز میبینیم که چقدر هم جوان بوده. اینجا فقط 22 سالشه و در سمت مقابل صادق گودرزی کشتیگیر بلایاری تیم ملی ایران. حالا اینجا با سطح داور مبارزه آغاز میشه. دو کشتیگیر در سرشاخ و سرگردن هم دیگه کار میکنن. صادق گودرزی هم اینجا 24 ساله است و دو کشتیگیر در اوج جوانی روبروی هم دیگه قرار گرفتن. صادق گودرزی مطابق همیشه واردش رو از پایین گرفته، کلا کشتیگیری بود که خیلی حساب شده کشتی میگرفت و امتیاز گرفتن ازش کار هر کشتیگیری نبود. اینجا باید ببینیم که انور گدیف موفق میشه که از صادق گودرزی با امتیاز بگیره یا نه. دو کشتیگیر همچنان در حال ارزیابی همدیگه هستن. یعنی این 20 ثانیه که گذشته صادق گودرزی تا حدی فعالتر و رو به جلوتر کشتی گرفته. حالا جای قوس محکم هم میکنه صادق گودرزی و قدرت خودش رو به رخ حریف میکشه. دو کشتیگیر یه بار دیگه انگشتای همدیگه گرفتن، احتمالا دیگه داور بهشون تذکر بده. حالا اینجا صادق گودرزی یه چرخش انجام میده، این سر گردن انور گدیف داره کار میکنه. حالا اینجا میره که اون انور گدیف پرس گدیف به دنبال اجرای نینج هست، یه دست صادق گودرزی رو هم گرو گرفته و اینجا صادق گودرزی موفق میشه نهایتا بیرون بکنه. انور گدیف از توشک به اولین امتیاز رو برای ما به دست میاره. حساب کار 1-0 رسود صادق گودرزی. 1 دقیقه از وقت اول این کشتی گذشته، حساب کار 1-0 پس صادق گودرزی. اگر که 1 دقیقه بعدی رو بتونه اداره بکنه انور گدیف رو، وقت اول رو پیروز خواهیم شد. اینجا میره برای زیرگیری که تیه پاکرینی سنگین صادق گودرزی با آتر میشه. حالا در زده همی صادق گودرزیه که با زیرگیری برای درفتن زیبا محبت میشه خاک بکنه و یه امتیاز دیگه رو هم به دست میانه. یه چشمک خوشگل هم به سمت مربیان ایران زد صادق گودرزی. حساب کن 2-0 پسود ما. یه پک میکنم بله حدود 25 ثانیه پایانه وقت اول باقی مونده. اگر که این 25 ثانیه رو بتونه به خوبی اداره بکنه صادق گودرزی، وقت اول رو پیروز خواهیم شد. این توضیح رو هم بدم که این کشتی برای زمانیه که مسابقات به صورت 3 ست 2 دقیقه برگزار میشه و حالا اینجا میره که پیش انداز اجرا بکنه انور گدیف که بهش اجازه کار رو میده. صادق گودرزی دو کشتیگیر همچنان در سرشام سرگردن نبیه کار میکنه که وقت اول به پایان میرسه. وقت اول رو جانانه کشتی گرفت صادق گودرزی و هیچ فرصتی به انور گدیف نداد. این امتیاز اولیه که گودرزی گرفت که سعیدی زیبا موفق شد که به پای گدیف برسه. گدیف رفت برای اجرای نینگ
اگه بهش اجازه کار رو ندید نهایتا محبب شد که گیدیه پرتشک بیرون میکنه امتیاز دومش را خیلی خوشگل گرفت و بعدش یه چشمک خیلی خوشگل هم زد امتیاز دومش رو بیرون زد دمله پاپنگیر کردن بر گیدیه رو بریم سراغ وقت دوم وقت دوم هم باسته داور شروع میشه وقت دوم رو اگر صادق بودرزی بتونه مثل وقت اول کشتی بگیره و پیروز بشه پیروز این میدان خواهد بود و ما رو به مسابقه تیمی بر میگردونه ما الان 3-1 عقب هستیم بخش 2-1 عقب هستیم در نتیجه تیمی اگر که صادق بودرزی بتونه این مبارزه رو پیروز بشه حساب کنم 2-2 خواهد شد و ما به این مسابقه بعد میگه حالا که میره برای تریپلو برای زیگلر کلانانه مثل بر میگه باید محبت میشه خالت میکنه میره برای ویزدر بارنده که محبت نیست اگر برنداز بر میتونست به تابونه بیاد ما رو راحت کرده بود چه سرعت چی داره در زیگلر این صادقه بود ارزی به خدا این ثانیه نشد از لحظه که یک بار دیگه هم در ستمه محبت میشه خاک میکنه انبر گدیه پرو گدیف رفت برای زیرگیری بده باید چرخش زیبا اسیر صادق بودرزی شد یک امتیاز دیگه برای صادق بودرزی حالا اینجا ما یک تیل بارانداز رو در دست گرفته به دنبال اجرا که تیل بارانداز هست که دیگه داور به شیزرزی کار رو نمیده و سرفا میده محسن کابل مربی ایران به صادق بودرزی اشاره میکنی که این مقدار آرومتر کار رو دنبال کن حساب کن دو بسته پسود صادق بودرزی حدود یک دقیقه از وقت دوم گذشته و یک دقیقه باقی مونده چقدر زیبا کشتی گرفته در این دو تایم صادق بودرزی چه ویری گرفته چه دلخگری برای اینجا با یه قاپل گیری متاسفانه امرا گیری واپم کشه خاک بکنه صادق بودرزی رو حساب کار دو بر یک بسوده ایران یک امتیاز همچنان پیش هستیم اگر که بتونه این لحظات باقی مونده از وقت دوم رو اداره بکنه پیروز پای بود اینجا میره برای زیر گیری ولی موفق نمیشه حالا اینجا یه موفق میشه پای هم برگه دیگه پاید چاک بیرون بکنه باید جنج رو بداد بله داور امتیاز رو میده یک امتیاز دیگه برای صادق بودرزی حساب کار 3-1 ساعت خیالمون راحت شد یه چیزی هم به پایان وقت دوم باقی نمونده فقط 30 ثانیه باقی مونده دو کشتیگه در سرشام سرگردان هم یه کار میکنن و گدیو پیر دقیقه با آب و آتیش میزنه یه شینی هم از سمت مربیان روسیه پرد شد نفهمیدیم چرا به چی اعتراض دارن متوجه نشدیم این سعدی آهسته یه اون زیرگیری جانانه صادق بودرزی این هم اون بار اندازیه که موفق نشد بتابونه اگر این بار اندازه میتابون یه خیال همه راحت میشد این هم سعده ای که میگه قابل گیری هم و گیدی هم زمان شد حالا به این سراغ ادامه مبارزه سعده زیر کت به صادق بودرزی به دنبال اجرای پت پاز ماگی بخونه میگه اوه چه بخونه میگه اجرا کرد هم و گیدی هم بله باید این وقت تموم نشده بوده مثل این که نه بله امتیاز رو و به هم و گیدی هم میدن و تایم به پایان نرسیده بوده بریم سراغ وقت سوم بریم سراغ وقت سوم این مبارزه شوکه کننده بود فنی که گدیف در لحظات پایانی اجرا کرد انتظار نمی رفت که صادق بودرزی به اول گدیف اجازه اجرای چنین فنی بده ولی متاسفانه این کشتیگیر یه کشتیگیر فوق العاده کشتی بلده حالا اینجا میره برای زیرگیری صادق بودرزی که موفق نیست وقت دوم رو در عین ناباوری ما باختیم ولی صادق بودرزی در توی 4 دقیقه گذشته نشون داده که هر بار که اراده کرده موفق شده از این عملگیری رو به امتیاز بگیره بعد وقت سوم رو هم مسلما میتونه یه بار دیگه از این عملگیری رو به امتیاز بگیره و پیروز بشه به پشتگیر یه مقداری از همگه ترسیدن حالا هم امرگدیف از صادق بودرزی ترسیده هم صادق بودرزی از امرگدیف بعد از اجرای این فن تا حدی داره محتاط‌تر کار میکنه صادق بودرزی حالا اینجا یه مقدار جنگندگی رو سطح جنگندگی رو بالا میبرن هر دو پشتگیر رو سرگردن همگه کار میکنن اگر که صادق بودرزی بتونه یکی از این زیرای سرعتی خودش رو بگیره فیال ما رو راحت میکنه
این سپ سپ کار به کیرینج خواهد کشید. نباید صادر بودنی بذاره، نباید بذاره که کار به شانس بکشه. دوکشگیر همچنان در سرشان سرگردن هم یه کار میکنه. اول گدیف هم بعد جوری چشمش ترسیده از این زیرگیری های سوارتی صادر بودنی. دیدیم که چجوری پای خودش رو به عقب پرتاب کرد، با کوچکترین نشونه ای از زیرگیری پاشو پرت میکنه به عقب. اول گدیف اینجا وقت سوم به پایان میرسه. یه مقداری پرشی هم در تصاویر داشتیم، وقت سوم کامل نبود تصاویرش، ولی خب اتفاقی نیفتاده بود که نتیجه نهایتا همین سف سف به پایان رسید. داور رفت که کلینش رو در بیاره، ظاهرن به نفع هم بله متاسفانه به نفع هم یه جیب پس پای مخالف به صادق گودرزی رو انتخاب میکنه. حالا داور میگه صادق گودرزی باید دستش رو بالا بگیره. حالا یه تذکر به گدیف میده که چرا نمیگیری، گدیف هم داره بازی در میاره، باید پارو بگیره، گدیف باید پارو بگیره. مخم گرفت، مخم گرفت، این باید باید برگردن مرکز جوشک به از اول. داور اصلا این رتن صادق بود از این ما تا مبهوت مونده که چجوری ممکنه همچین چیزی. اصلا صادق بود از این حالتی اعتراض هم نه، تا دو هم گرفت بابا ما این همه کشتی میدیم و همچین چیزی ندیدیم. آقای اول گدیف توی یعنی اینقدر میترسیدی، اینقدر ترسیدی از صادق گودرزی که دو هم گرفتی و چهره بغض‌زده صادق گودرزی رو ببینید که اصلا مونده باز ما تا مبهوت مونده که چجوریه این، میگه چه داوریه این، میگه چه میزبانیه. ولی خب میدونه که این مسابقات در روسیه داره برگزار میشه و وقتی روبروی حریف روس قرار بگیری تکلیف معلومه. ولی اصلا باور نکردنی چجوری آخه. حالا من یه توضیح بدم برای دوستانی که شاید به قوانین اون زمان آشنا نیستن. آقا قانون این شکلی بود که وقتی سرپ سرپ میشدن کلیت میکشیدن، حالا یا به نفع آبی میومد یا قرمز. حالا اگه مثلا به نفع قرمز میومد، قرمز انتخاب میکرد که میخواد کدوم پای آبی رو بگیره دیگه، دستش رو باید دور همون پا قفل میکرد. اینجا گدیف اومد دو هم گرفت و داور بی کت پشم نبوده، این اصلا براش مهم نبود. حالا اصلا آقا بگو داور اون ور بود ندید که حالا که نید رئیس توشک و قاضی اینا که این ور بودن، یا این یا رئیس توشک یا قاضی این برد توشک نشسته میده. چجوری این در حقیقت این زیرگیری رو تکرار نکردن؟ اصلا باید یه اختار میدادن، باید به گدیه به اختار میدادن، باید سخیرانه شد میدید که امتیاز هم به صادق گودرزی میدادن. ولی دیگه حداقل این بود که تکرار میکردن. چجوری دو هم آخیر بعد موقع اصلا این مصداق بارز این زرگل مثلی که در دیزی باز حیلی گربه کجا رفته. آقای هم برگدیه آقا قبول، شما میدونی تو کشور خودت داوری به نفته، میدونی هر کاری بکنی به گیر نمیدن، ولی دیگه تو خودت حیال تو کجا رفته؟ دو هم آخه این دیگه چه، تو اینقدر صادق گودرزی ترسیدی که تو خودت ندیدی که حتی با یک خم بتونی صادق گودرزی ما رو خاش بکنی. دو همو که دیگه به خدا من هم میتونستم، بالا وزنی هم من تقریبا به همین 74 کیلو میخورم، یکی دو شدو برای 74 کیلو اضافه دارم. دو همو دیگه یکی تو خیابون هم برمیداشتیم میابردین، حد اقل میتونست شوهای توشک کشتی رو بیانم رفت، ولی مثلا با 5-6 قدم شما میرسی به مرکز، میرسی بیرون از توشک، دو خم بگیری طرف در توشک بیرون بکنی، آخه دیگه این که نشد کشتی دیگه، از اول میبادن دست تو رو میبردن بالا. واقعا حقیقتا همه جوره برنده مبارزه صادق گودرزی بود. حالا نه به این جهت که بگم ایرانیه، این مدل که آخه اینجور برنده شدن واقعا برنده شدن نیست که خودت یه روز هم بشینه این
کشتی رو ببینیم احتمالا شرمنده میشه که آقا مثلا داوره اون روز چی کار کردن، چرا اینقدر هابلو یه تصمیمی گرفتن. اینا بیشتر واقعا باعث آبروزی برای روس هاست. این کشتی برایشون خیلی مهم بود، حیثیتی هم کلا 74 کیلو برای روسا خیلی از همه وزنهای دیگه مهمتره، حیثیتی اجرایی برایشون مهمه، برایشون که کشتی 74 کیلوشون نبازه. و خب از طرفی هم اگر که این کشتی رو میبردن دیگه کار برایشون در سه وزن پایانی خیلی راحت تر میشد. و چوب همین اتفاق هم افتاد، یعنی اینجا 3-1 روسیه جلو افتاد و سه وزن بعدی رو احسان لشکری 84 کیلو به عبدالسلام فاتسوب باخت، 96 کیلو رضا یزدانی کتایف رو برد که اون برد خیلی دلچسبی بود. البته که بعد از باخت احسان لشکری دیگه دو وزن بعدی مسابقهشون تشریفاتی بود، ولی مبارزه رضا یزدانی از این جهت برای ما مهم بود که کتایف نباخته بود به ایرانی ها و رضا یزدانی طبق معمول تلسپ شکنی کرد. 120 کیلو هم آذر شکیب روبرو بلال ماخوف کشتی خوبی نگرفت و اون هم ضربه فنی شد. حالا خیلی دوستان میگن که رضا از باخته ایران نذار. ببینید دوستان، اولا که من اگه بخوام همیشه برد بذارم، بردای ایران رو بذارم، یه چیزی میشه شبیه فیلمندی، یعنی اون جذابیت برد ها هم از بین میره. شما هر کشتی که من میذارم رو نتیجهش رو نمیدونید و میبینید دیگه ترزندتون میگید که خب ایران اسپورت که همیشه از بردا میذاره، این کشتی هم حتما ما میبریم. ولی خب اگه تو مثلا آقا کنار چهار تا بردی بافتن بذاریم، جذابیت اون بردها خب طبیعتا خیلی بیشتر میشه. و دوم هم این که یه چنین بافتی واقعا بافت نیست، این ما کشتی رو همه جورا بردیم. حالا این که یکی بیاد این شکلی بخواد ببره، واقعا این برد ارزش نداره، چون دیگه زمان مثلا چرا تختی نیست که فیلم کشتی نباشه. از زمانی که فیلم مسابقات هست، هر مبارزه که با ناداوری یا در حقیقت پلسه با یه دوز و کلکی کسی برده، کسی برایش ارزش قائل نیست، چون فیلمش هست. همه هر وقت ببینن میدن که اینا مثلا طرف با ناداوری. من نمیدونم نظرتون رو توی کامنت بنویسید. خیلی ممنون تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر که از دن این برنامه لذت بردید، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم چنل ما رو سابسکرایب ندارید، حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.